هنگامی که خامنه ای سال 1402 رو سال مهار تورم و رشد تولید اعلام کرد بر اساس تجربه دو دهه گذشته به سادگی میشد پیش بینی کرد که سال پیشرو، سال سر به فلک کشیدن تورم و سال نابودی تتمه تولید میشه حالا میخوایم به این سوال جواب بدیم که وضعیت تورم تو همین یه ماه اخیر چج... چگونه بوده بیشترین تورم روی چیه و تاثیراتش در جامعه به چه شکلی خودشو نشون میده همراه هستیم با آقای حبیب گودرزی که به این سوالات ما پاسخ بدن با سلام به شما آقای گودرزی و ممنون از حضورتون در این برنامه درود منم سلام دارم خدمت شما و هموطنان و بینندگان محترم درود بر شما ابتدا برامون بگین که بیشترین افزایش تورم روی چه کالاها و موضوعاتی بوده درسته این واقعیت اینه که تمامی کالاهایی که بیشترین استفاده رو اتفاقا های پایین جامعهمون دارن این همینا افزایش قیمت چشمیری داشتن که مردم خودشون در واقع با پوست و گوشتشون توی سفره‌های خالی, خالی مثلا که توی خونه‌هاشون هست اونو دارن می‌بینن و حس می‌کنن خامنه خب معلومه طبق عادات ها... که هر ساله داره امسال هم اومد گفتش که سال مهار تورم و رشد تولید به اما این تورم بود که تو همین یه ماه گذشته که ما بودیم رکورد چکنی کرد مثلا قیمت مواد غذایی و اجاره بها بین 60 تا 70 درصد افزایش داشته مثلا برای نمونه نگاه کنید این سایت حکومتی جماران 29 فروردین ببین چی نوشته بله. یعنی اعتراف خود رسانه های خود رژیمه چند ده درصد تورم کاله های خوراکی و مسکن نمونه آشکاری از خلف وعده نمایندگان دولت دولت در کنترل تورمه هنوز یک ماه از سال 1402 نگذشته نتوانستند قیمت مرغ و تخم مرغ یا شکر و روغن رو مدیریت کنند از طرف دیگه تو همین هفته گذشته خودشون اومدن اعلام کردن که کرایه تاکسی تا 60 درصد، کرایه مترو 25 درصد و تخم مرغ تا 73 درصد افزایش قیمت داشته که خب معلومه که همه ملت ایران میدونن که این افزایش قیمت یعنی چی این میزان قیمت افزایش قیمت اونم روی کالای اساسی از یه طرف از طرف دیگه پایین اومدن ارزش پول کشور تاثیرات تصیر در واقع وحشتناکی روی کل جامعه به خصوص قشر کارگر و کارمند و اخشار ضعیف جامعه داره نه. اما بذار من فقط روی یه قلم برم روی وضعیت مسکن و گرونی روزافسون مسکن که در واقع یکی از وعده هایی بود که رئیسی وعده اصلی رئیسی هم بود که دادش بریم روی تمرکز کنیم چهار میلیون مسکن گفته بود می‌سازه. دقیقا ببین وضعیت چطوری شده که تیتر در واقع تیس بسیاری از سایت ها و روزنامه خود رژیم اومدن به توی اون گوشه از ابر بحران مسکن رو نشون دادن مثلا سایت انتخاب دو اردی بهش گفته اینطوری تیز داده افزایش نرخ اجاره نفس مساجران تهرانی را به شمارش انداخت روزنامه ستاره ستار صبح 13 فروردین آوار گرانی مسکن بر سر کارگران سایت ایران اکونومیست 25 فروردین گرانی 70 درصدی قیمت مسکن ته یک سال گذشته یا این روزنامه آرمان امروز 27 فروردین حیولای مسکن آماده سبقت از تورم بله. که سبقت گرفت اینا خب نمونه هایی هستن که به خوبی نشون میده وضعیت و در واقع اعتراف رسانه خود رژیمه که در واقع یک از هزار واقعیت هم نمیگم برعکس تلاش میکنن که دردای مردم رو لاپوشونی هم بکنن بله درسته حالا این افزایش قیمت ها که شما گفتین به طور خاص دست گذاشتین رو افزایش قیمت خانه و اجاره بها و مسکن میخواستم بدونم تاثیرش روی اقشار مختلف جامعه چیه در واقع فشار افزایش بر قیمت خونه و اجار بها روی همه مردم به خصوص روی کارگرها و زحمت کشان و اخشار محروم همه میدونن که وحشت آوره و مرگباره نگاه کن افزایش قیمت حقوق کارگرها و کارمنده من یه چقدر بوده این رژیم 20 تا 27 درصد اومده افزایش داده قیمت مسکن اما بیش از 70 درصد گفته شده افزایش داشته در صورتی که افزایش واقعی خیلی بیشتر از این است حتی روزنامه جوان این متعلق به سپاه پاسداران اومده اعتراف کرد که حالا تهران یکی از گرانترین مناطق مسکونی دنیا شده بنابراین اخشار کم درآمد که زیر خط فقر به سالا شب و به روز روزگار میگذرونن و 80 درصد جمعیت کشور را هم تشکیل میدن یا بایسی دنبال پیدا کردن شغل دوم یا سوم باشند یا خونه‌ای که همین الان توش سکونت دارن رها کنن برن مسکن‌های کوچکتر بخرن برن جنوب شهر یا حاشیه شهر روزنامه رژیم دارن خودشون می‌نویسن که اینطوری میگن که شاهد یک کوچه عظیم جمعیتی هستیم یعنی مردمی از شمال و مرکز شهر میرن جنوب یا حاشیه شهر کوچ میکنن در واقع و اونایی که تو حاشیه شهر هستن میرن آلونکا و حلبی ها میرن اونجا پناه میبرن و کسایی که قادر به پرداخت حتی اجاره آلونک هم نیستن چاره ای ندارن جز کارتون خوابی و گورخوابی متاسفانه نتیجه این که وعده های پوشالی رئیسی در مورد ساخت خودت هم اشاره کردی چهار میلیون مسکن طی چهار سال حتی طوری بوده که باعث تمسخر همباندی های خودش هم شده اما خب واقعیت اینه که رئیسی باز هم با وقاحت موافق تصور میاد باز هم وعده میده باز هم مشغول به صلاح دستور درمانیه در واقع کسی که یک روزی و همین الان یک جلاد و مرزهای انسانی رو با قتل عام به بهترین جوانای این میهن رد کرده دادن وعده دروغ با وقاحت تو تلویزیون چش در چشم مردم کار مشکلی نیستش ده، 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 خوبه که اینام بگم میگم علت اینه فروردین تلویزیون رژیم بود اعلام کرد که رئیس جمهور مسئولان حوزه مسکن را مکلف کرد که طرحهای وزارت راه و شهرسازی رو برای حمایت به مستجران از م... و مهار از مستجران و, و مهار تورم در بازار مسکن به سرعت پیگیری کنه که سر تو پاش دروغ اونم چشم در چشم مردم بود. دروغ و وعده درمانی پوشالی داری. حالا با توجه به اینکه مردم خودشون اشراف دارن که رئیسی تا الان به هیچ کدوم از وعده‌هاش عمل نکرده می‌خواستم ببینم تاثیرات این وعده درمانی یا دستور درمانی یا الان شما گفتید دروغ درمانی رئیسی چقدر بلاخره واقعیت اینه که نه خامنه‌ای و نه رئیسی هیچ وقت در صدد حل مشکلات مردم نبودن نیستند و نخواهند بود به همین دلیل هم هستش که استراتژی رئیسی روی دروغ درمانی و دستور درمانیه یعنی اینا هم در رابطه با همه مسائل کشور تا آنجا که این انقدر دروغ درمانی که ببینید خود رسانه های رژیم چی می نویسن اینطوری ای نوشتن ابراهیم رئیسی صرفا به دستور دادن بسنده کرده و این دستورات به نتیجه مثبتی هم منجر نشده به عنوان مثال مهر ماه سال گذشته دستور داد تا کمیته رصد تورم برای کنترل رشد تورم تشکیل شود اما بدون آنکه گزارشی از عملکرد آن آن کمیته و نتایج فعالیت آن ارائه شود در فروردین امسال دستور جدیدی برای تشکیل کارگروه رصد و جلوگیری از اقدامات تورمزا صادر کرد فقط کلمات قلمسلمه سالمه اما تو مثال تو خالی این شیوه کار رئیسی انقدر فضاحت باره که حتی حوصله اعضای مجلس یک دست خامنه ای هم خودش هم سر برده و با وجودی که خامنه ای تا حالا چندین بار به این مجلسی به گفته که بابا از این رئیسی و دولتش حمایت کنن اما وضعیت با این دروغ درمانی به جایی رسیده که همین عناصر رژیمی هم تو مجلس خواهان استفا شده مثلا یعنی فردی از مزدوری به اسم قطب آبادی که این نماینده رژیم روز 29 فروردین رئیسی رو خطاب قرار داد و از او به خواست که همونطوری که بسیجی ها تو زمان جنگ رو مین میرفتن گفتش که آقای رئیسی هم باید روی مین استفا برود اما همه میدونن که با استفا یا برکناری رئیسی خود او رو مین نمیره بلکه این شخص خامنه ای که روی مین میره چرا؟ چون این خامنه ای بود که پروژه رئیسی رو برای یک دست کردن نظامش مهندسی کرد تا با اون در برابر قیام مردم ایران صد به منه چون خامنه ای در واقع مردم ایران رو دشمن خودش میدونه اما واقعیت اینه که این پروژه تو هر دو تا هدفی که داشت شکست خورده شکست مفتزهانه ای هم خورده هم توی یک دست کردن نظام این هدف هم در هدف اصلیش یعنی ممانعت از قیام این شکست خب همونطور که میدونید یه شکست یه شکستی نیستش که بشه با شکستهای دیگه به سبب مقایسش کرد این شکست استراتژیک که طبعا آثار و پیامد اون رو به صلاح خامنه هیچ روی گریزی ازش نداره و دیر یا زود این شکست استراتژیک به صورت آتش قیام سرکش خواهد کرد و خودشو در زمانهای دیگه به زودی تو همین سال 402 نشون میده و بساط دار و دستی جنایتکار و البته قارتگر حاکم رو خاکستر میکنه بله با تشکر بسیار از اینکه در این برنامه با ما همراه بودین با تشکر از شما درود بر شما خدا نگهدار